به نام خدا. عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما دوستان عزیز. به درس دوم میرسیم با موضوع موزه ها. خب فصل پیش ما در خصوص فضاهای فرهنگی، حالا فرهنگ سراها، فرهنگستان ها و مراکز فرهنگی مطالبی رو با هم دیگه یاد گرفتیم. در این درس میخوایم در خصوص موزه ها مطالعات طراحی معماری رو انجام بدیم و کلا با این مبحث آشنا بشیم و کار رو در واقع جلو ببریم. در خصوص احداث موزه ها، هر زمانی که تصمیم به ساختن موزه‌ای گرفته میشه، حالا چه موزه کوچولو باشه چه موزه بزرگی مد نظر باشه، مسئله اساسی و مقدماتی که بایستی به اون بپردازیم انتخاب محل هستش، جایی که امکانات مختلفی رو در واقع دارا باشه سایت که هر کدوم به سهم خودش بایستی به دقت مورد بررسی قرار بگیره. حالا بایستی ببینیم آیا محل احداث موزه در وسط شهر هستش یا در اطراف اون. این مسئله در طراحی موزه ما فوق‌العاده حائز اهمیته. تا 20 یا 30 سال پیش به خاطر تسهیلات رفت و آمد مرکز شهر ترجیح داده میشد، اما با افزایش تدریجی سرعت و استفاده از وسایل نقلیه خصوصی و عمومی و سهولت رسیدن از نقطه‌ای به نقطه دیگه‌ای از شهر، این گونه تشخیص داده شده که استقرار موزه در مرکز شهر دیگه چندان اهمیتی نداره و میتونیم در واقع موزه ها رو به اطراف شهرها هم منتقل بکنیم. همین امر سبب در واقع گزینشی بهتر در یافتن زمینی با قیمت ارزان به دور از همهمه ناشی از ترافیک، مسئله واقعی و رو به افزایش و هوایی با آلودگی کمتر و دور از گرد و غبار و گازهای سمی و غیر سمی رو به دنبال داره. پس بحث گزینش سایت مناسب در پی در واقع اتفاقاتی که سالهای اخیر افتاده باعث شده تا بتونیم حتی موزه ها رو خارج از شهر هم احداث کنیم، که این امر در واقع دوری ساختمون از آلودگی ها، از اتفاقات ناشی از ترافیک و گرد و غبار و حالا گازهای سمی و غیر سمی رو برای ما به عنوان یک مزیت معرفی میکنه. موزه اما بایستی از همه نقاط شهر با وسایل حمل و نقل همگانی قابل دسترسی باشه. پس دوستان، وقتی میایم یه جایی رو برای احداث موزه در نظر میگیریم، بایستی بحث قابل دسترس بودنمون به وسیله وسایل حمل و نقل عمومی رو مد نظر قرار بدیم و در صورت امکان بتونیم پیاده به اون برسیم و حداقل در جوار مدارس، دانشگاه‌ها و کتابخونه‌ها باشه، یعنی کاربری‌های فرهنگی در کنار هم باشن. حقیقت امر این هستش که همه مؤسسات گرفتار مسائل مشابهی هستن و از نظر طرح و نقشه نیازهای یکسانی دارن، اما صلاح ما در این هستش که کلیه مسائل در طرح جامعه شهر مورد توجه قرار بگیره تا اینکه هر کدوم به طور جداگانه بررسی بشه. یعنی بیایم در طرح جامعه این جانمایی کاربری ها رو مشخص بکنیم و این کار در واقع باعث خواهد شد بعد از این ما دغدغه این که آیا سایتی که برای احداث موزه انتخاب کردیم مناسب هستش یا خیر رو نخواهیم داشت. یک موزه نه تنها هماهنگ با اهداف، کیفیت و نوع آثار نمایشی در اون هستش، بلکه بایستی با پاره‌ای از ملاحظات اقتصادی و اجتماعی هم درگیر باشه. پس یه سری ملاحظاتی هم بایستی در تحریزی موزه ها در نظر بگیریم. برای نمونه، چنانچه توی شهری تنها یه مؤسسه باشه که برای برخی از مقاصد فرهنگی قابل استفاده تشخیص داده میشه، بی‌مناسبت نیستش که در برآوردهای اولیه منابع مالی که میتونیم بر اون تکیه کنیم، روی طبیعت و تمایلات ساکنین محلی و تمایل پیشرفت اونها بر طبق آمار بیایم حسابی باز کنیم و ببینیم که آیا ساکنین محله از اون فضایی که در اونجا هستش با کاربری فرهنگی استفاده زیادی میکنن. اگه استفاده بشه و راغب باشن به این موضوع، پس میتونیم اون محل رو در واقع برای احداث یه موزه دیگه و یه کاربری در واقع فرهنگی دیگه، که چه بهتر که موزه باشه، مناسب ببینیم. تعریف موزه. ایکوم همونطور که مستحضر هستید شورای بین المللی موزه ها هستش، وابسته به سازمان فرهنگی، علمی و تربیتی سازمان ملل متحد یا یونسکو هستش. در بند 3 و 4 اساسنامه خودش جامع ترین تعریف موزه رو اعلام کرده، اینگونه موزه رو تعریف میکنه. میگه موزه مؤسسه ای هستش دائمی و بدون هدف مادی که درهای اون به روی همگان گشوده هستش و در خدمت جامعه و پیشرفت اون میاد فعالیت میکنه. هدف موزه ها از دید ایکوم چی هستش؟
تحقیق در آثار و شواهد برجای مانده از انسان و محیط زیست وی، گردآوری، حفظ و بهره‌وری معنوی و ایجاد ارتباط بین این آثار به ویژه در به نمایش گذاشتن اونها به منظور بررسی و بهره‌وری معنوی. علاوه بر این، ایکوم مواردی که عرض کردم خدمتتون رو هم در نظر میگیره و علاوه بر اونها یه سری موارد دیگر رو هم مد نظر قرار میده. مؤسسات حفظ و نگهداری و تالارهای نمایش که پیوسته به وسیله کتابخونه ها و مراکز بایگانی نگهداری و تعمیر میشن رو هم شامل بحث تعریف موزه و هدف موزه میدونه. همچنین اماکن و آثار باستانی، طبیعی، مردم شناسی و تاریخ شناسی که به علت فعالیت در زمینه‌های گردآوری، حفظ و نگهداری و نمایش آثار باستانی دارای اهمیت هستند را هم داخل این تعریف میاد قرار میده. در کنار اینا حتی مؤسساتی از قبیل باغ‌های حیوانشناسی و گیاهشناسی و نمایشگاه جانوران زمینی و موجودات آبزی و مواردی از این قبیل که نمایشگر نمونه‌های موجودات زنده هستش رو هم میاد در داخل همین قالب دوباره قرار میده. بیایم طبقه بندی موزه ها رو ببینیم به چه صورت هستش. بعد از بحث تعریف موزه ها و وقتی که تعریف موزه ها رو یاد گرفتیم، بیایم طبقه بندی اون رو هم با هم بررسی بکنیم. مناسب ترین شیوه برای طبقه بندی موزه ها بر اساس مجموعه موزه هستش. موضوع مجموعه یا اینکه از چه دیدگاهی به آثار تشکیل دهنده اون نگاه بایستی بشه، مبنای طبقه بندی هستش. خدمتتون عرض می‌کنم چرا که ماهیت آثار و اندیشه‌های وابسته به اون هستش اهداف و فعالیت‌های موزه رو تعیین میکنه. به خاطر همین به طور کلی موزه ها رو میایم در سه گروه تقسیم بندی میکنیم. دسته اول تاریخی، دسته دوم هنری و دسته سوم علمی. موزه های تاریخی، تمامی موزه هایی که مجموعه اونها با دید تاریخی تنظیم و گردآوری شده و در یک دورنمای تاریخی در معرض نمایش قرار گرفته، موزه تاریخی به شمار میاد. موزه تاریخی وسیع‌ترین گروه موزه ها رو تشکیل میدن. در واقع ما وسیع‌ترین و بیشترین گروه موزه ها رو موزه های تاریخی میشناسیم و دارای زیرمجموعه‌های متعددی هستن که خدمتتون عرض میکنم. یکی از این زیرمجموعه‌ها موزه های باستان شناسیه، بعدی موزه های اماکن باستانیه، موزه های انسان شناسی رو داریم یا همون موزه های مردم شناسی، خانه های تاریخی و مسکن شخصیت های معروف فرهنگی، هنری و سیاسی، تاریخچه علوم مختلف. این دسته‌بندی در واقع میاد در زیر مجموعه موزه های تاریخی قرار میگیره. دقت کنید دوستان، حتی خانه های تاریخی هم به عنوان موزه تلقی میشه. موزه های باستان شناسی رو داریم. ویژگی این موزه ها در اون هستش تمامی مجموعه یا تعداد زیادی از اونها مستقیما از طریق کاوش‌های باستان شناختی به دست اومده، مثل کاوش‌های علمی، تجاری و یا یافته‌های اتفاقی. موزه‌های اماکن باستانی رو داریم به عنوان دسته بعدی. این گروه موزه‌ها اغلب در محل حفاری‌های باستان شناسی و یا در بناهای باستانی پرستشگاه‌ها، خانه‌های تاریخی و مواردی از این قبیل تشکیل میشه و مکمل بازدید از محل هستش. این موزه‌ها اغلب دورتر از مناطق سکونتی قرار دارن و بازدید کننده اونها رو بایستی جزو جهانگردان خارجی و گردشگران تلقی بکنیم و به عبارت دیگه بازدید کننده ها عبوری هستن، یعنی میان یه نگاهی میندازن و میرن. زیر مجموعه بعدی از موزه های تاریخی، موزه های مردم شناسی یا همون انسان شناسی هستش. این موزه ها از گروه موزه های تاریخی هستند که به طور مثال به دورانی خاص از تاریخ یک کشور و یا یک منطقه میپردازه. در حال حاضر این موزه ها رو در اکثر کشورها موزه های تاریخ فرهنگی اسم گذاری میکنن. اهداف و عملکرد یک موزه انسانشناسی از یک سو نشان دادن در واقع اهمیت و ارزش و قابل احترام بودن میراث ملی جوامع مختلفه و از سوی دیگه نمایش وابستگی، مشترکات و توجه به مرکز مشترک تمدن‌ها علارغم اختلاف نژادهاست. موزه های هنری رو داریم در دسته‌بندی موزه ها. موزه های هنری در واقع موزه هایی هستند که مجموعه اونها صرفاً به دلیل ارزش زیباییشون جمع‌آوری شدن و در معرض نمایش قرار گرفتن. نظر به اینکه هنر دارای جلوه های بیشماری هستش، موضوع مجموعه های هنری هم بسیار گسترده هستش. موزه های هنری در واقع با توجه به اینکه هنر خودش خیلی گسترده هستش، انواعشون هم مختلف هستش. آثار نقاشی رو داریم، پیکره سازی رو داریم، هنرهای گرافیکی رو داریم،
کارهای تزئینی، کاربردی و صنعتی رو داریم که میتونن مجموعه هایی برای موزه های هنری باشن. همچنین در کنار اینها آثار تمدن های باستانی، عتیقه ها، هنرهای عامیانه و هنرهای ابتدایی، چنانچه با دید هنری به اونها نگاه بکنیم و بر مبنای همون دیدگاه بیایم در مجموعه ای تنظیم بکنیم، میتونن بخشی از موزه های هنری و یا حتی یک موزه کامل رو تشکیل بدن. در ادامه موزه های علمی رو داریم. این گونه موزه ها فعالترین و دارای بیشترین بازدید کننده در جهان صنعتی امروزی هستند و بیشک دارای پیشرفت‌های حیاتی و اساسی در زمینه موزه شناسی و موزه نگاری، فنون و نحوه ارائه خدمات عملی به بازدید کننده در این موزه ها شاهد هستیم. از راه‌های گوناگون و بر اساس چند عامل مختلف در واقع این مسائل گرد هم میان. در واقع این مسائلی که عرض کردم خدمتتون، پیشرفت‌های حیاتی و اساسی در زمینه موزه شناسی و موزه نگاری، فنون و نحوه ارائه خدمات عملی به بازدید کننده بر اساس چند تا عامل مختلف به دست میاد. اول مجموعه آثار طبیعی هستش، مثل مجموعه زمینشناسی، گیاهشناسی و زیستشناسی. دوم مجموعه آثار واقعی مثل ابزار و ادوات و ماشین‌های گوناگون از قدیمترین دوران تا عصر حاضر. سوم نقشه‌های مختلف به خصوص زیستنما، مجسمه، ماکت و مدل‌های متحرک. دسته چهارم نمایش‌ها و کارهای توجیهی مثل تمرین با ابزار فیزیکی که بازدید کننده خودش رو هم میاره در اجرای اون شریک میدونه. رصدخانه و نمایشگاه ها از این مجموعه هستند و در ادامه بازدیدهای میدانی رو داریم. دسته بعدی موزه های علوم طبیعی هستند. این موزه ها اشتیاق انسان ها رو به درک و تحسین طبیعت برانگیخته و همه رو به حفظ و حراست اون ترغیب میکنه و همچنین محیط زیست طبیعی انسان رو در یک بستر اکولوژیکی و تاریخی در معرض دید بازدید کننده قرار میده. ماهیت تکامل طبیعت و انسان رو به زبان ساده و قابل فهم برای تمام گروه‌های اجتماعی میاد به نمایش میذاره. این موزه ها با مجموعه‌های چند میلیونی خودش امکانات وسیع رو در اختیار پژوهشگران در سطوح مختلف قرار میده. موزه های علوم طبیعی در زمینه‌های زمین‌شناسی، دیرینه‌شناسی، زیست‌شناسی، گیاه‌شناسی، اکولوژی و انسان‌شناسی یا همون آنتروپولوژی فعالیت دارن. دسته بعدی موزه علوم و فنونه. این دسته بندی که عرض میکنم خدمتون دوستان، وقتی بخوایم یک موزه طراحی بکنیم بایستی در زیر مجموعه این دسته بندی باشه خدمتون عرض میکنم. خب موزه های علوم و فنون، این موزه ها درباره پژوهش و فرایند توسعه اطلاعات فعالیت میکنن و این احساس رو همگان القا میکنن که اونها هم در پیشرفت فناوری سهیم هستند. در واقع یک پژوهش و فرایندی رو مد نظر قرار میدن در راستای توسعه و اون رو بازتاب میدن به بازدید کننده و نهایتاً این احساس رو در مردم ایجاد میکنن که اونها هم القا کنن این حس رو که این پژوهش و فرایند توسعه در پیشرفت فناوری سهیم هستش. عملکرد موزه های علوم و فنون کاملا آموزشیه و فعالیت اونها بسیار با ارزش و گوناگون در نقاط مختلف پراکنده هستش. موزه های علوم در واقع زیر مجموعه های مختلفی دارن، مثل رشته علوم محض، موزه های علوم و فناوری و موزه های علوم کاربردی که دارای چندین تخصص هم هر کدوم از اینها هستند. ساختار و در واقع عملکرد موزه. بیایم ساختار عملکردی موزه رو با هم بررسی بکنیم. موزه در ساده ترین شکل خودش ساختمانی هستش که مجموعی از آثار طبیعی و یا بازمانده های انسانی رو به منظور بازدید و مطالعه افرادی که ازش دیدن می کنن در خودش جای داده که این آثار ممکن استش از ژرفای زمین و دریا اومده باشه و یا قطعی سرستون سنگی باشه، همچنین ممکن استش به دوران معاصر یا عهد باستانی یا حالا به دوره‌ای خاص متعلق باشه، مثل مدل یک هواپیمای شکاری، موشک غارپیما و یا اینکه ساخته دست انسان یا طبیعی باشه، مثل یک قطعه زیرانداز اشایری یا سفالینه‌ای از 3000 سال پیش. موزه علاوه بر نگهداری اشیا، هویت اونها رو هم شناسایی میکنه و این شناخت هویت در واقع سرآغاز شناخت یک شی و برقراری ارتباط با اون هستش. این ارتباط سبب میشه که بازدید کننده از محیط مألوف خودش بیاد به دوردست سفر بکنه. در مرحله بعدی موزه مجموعه رو چنان در معرض تماشا قرار میده که بازدید کننده علاوه بر
تفرج خاطر به سوی بهره‌گیری علمی هم هدایت میشه. پس این بحث رو بایستی در موزه ها در نظر داشته باشیم. ما فقط برای تفرج موزه احداث نمی کنیم. بایستی ازش یه بهره علمی هم ساطع بشه. یک برداشت علمی هم اتفاق بیفته و در ادامه ما عملکرد موزه رو داریم. خب عملکرد موزه دو رویکرد مختلف رو داره. نقش و عملکرد اجتماعی موزه و ساختار علمی موزه. میایم نقش و عملکرد اجتماعی موزه رو بررسی میکنیم. عملکرد موزه بیش از هر نکته دیگه‌ای بازتاب آرمان‌ها و اندیشه‌های انسانی محیط فرهنگی و اجتماعی، کارها و خلاقیت‌های پایان ناپذیر انسان در گذشته و حال هستش. موزه مطالب خودش رو به زبان خاصی بیان میکنه. وسیله بیان موزه زبان اشیایی هستش واقعی، یعنی زبان اشیای واقعی. از همین رو دارای قدرت نفوذ گسترده‌ای هستش این زبان. موزه های مردم شناسی و باستان شناسی یا موزه منطقه‌ای که علایق یک جامعه کوچک محلی رو معرفی میکنن، نمایانگر توانایی های جوامع مختلف بشری هستند. توانایی های دینی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، علمی و همچنین هنری. همین مجموعه که عرض کردم خدمتتون کارهای پژوهشی دانشگاه ها و پژوهشگران منفرد رو به صورت یکسان تغذیه میکنن. موزه در این حال که در خدمت یک جامعه هستش، معرف اون جامعه هم میتونه باشه. اما خدمات اجتماعی موزه چیا هستن؟ موزه در درجه اول در خدمت جامعه خودش هستش. این جامعه میتونه یک جامعه جهانی باشه، مثل بازدید کنندگان موزه های واقع در شهرهای بزرگ، پایتخت های فرهنگی و مراکز جهانگردی، یا جامعه بزرگ مثل شهروندان یک کشور. در این رده همچنین موزه های ملی کشورها رو هم میتونیم اسم ببریم، یا جامعه کوچک که مخاطبان موزه های منطقه‌ای رو مورد هدف قرار میده، یا موزه های تخصصی رو داریم که در خدمت پژوهشگران یک رشته خاصی قرار دارن، و همچنین موزه های محلی که ساکنین یک محله در یک شهر میان اونا رو در موزه های محلی به دور خودشون جمع میکنن. اما بحث بعدی شناخت ارزش های فرهنگیه. مجموعه موزه در واقع بیش از هر موضوع دیگه‌ای پیشینه کامل علوم مختلفی از قبل علوم طبیعی، هنر، باستانشناسی و مردمشناسی رو معرفی می‌کنه. به عبارت دیگه مجموعه موزه‌ها نمایانگر ارزش‌هایی هستش که از میان رفته و متعلق هستش به جوامع مختلف بشری، و ارزش‌های طبیعی دائمی میاد در واقع اونها رو در عصر حاضر در معرض تهدید می‌بینیم که قرار گرفتن، و اینها رو بایستی مورد توجه قرار بدن در بحث موزه‌ها. موزه‌ها این ارزش‌ها رو در واقع به عنوان میراث برای مردم مشخص می‌کنه. شناخت این میراث برای تداوم فرهنگ فوق‌العاده ارزشمند هستش. بحث بعدی شناخت مخاطبان موزه هستش. ما باید بدونیم که موزه رو برای چه کسی داریم طراحی میکنیم. نخستین اقدام در راه تشکیل در واقع یک موزه، شناخت جامعه یا به عبارت دیگه مشخص کردن مخاطبان موزه هستش. باید نیازهای فرهنگی مخاطبان رو در اولویت اول به طور کلی بیایم شناسایی بکنیم، و در اولویت دوم قشرهای مختلف مخاطبان رو به دقت بررسی بکنیم. اما در ادامه ساختار عملکردی موزه، ما ساختار علمی موزه رو هم داشتیم. اول از همه ما برنامه ریزی مجموعه رو داریم. برنامه ریزی با تهیه یک طرح جامع آغاز میشه. در تهیه طرح جامع دو نکته اساسی رو بایستی مد نظر قرار بدیم. اینکه اهداف موزه چی هستن، که شامل اهداف موزه در آغاز تشکیل و اهداف آینده در برنامه گسترش اونه، و دوم نیاز فرهنگی جامعه با توجه به جامعه شناسی برای توسعه و جامعه شناسی برای فراغت. بر اساس این طرح در واقع نوع آثار و ارتباط میانه اونها در مجموعه موزه تعیین و رعایت میشه. مجموعه بایستی به نحوی گردآوری بشه که پاسخگوی نیازهای نمایشی، آموزشی و پژوهشی موزه باشه. از گردآوری آثار به نحو پراکنده و بدون پیوستگی میان اونها و رعایت نظم تاریخی، فقط به صرف نادر بودن اثر و یا اهدای اون به موزه بایستی صرف نظر بشه. بنابراین طرح جامعه نه تنها برنامه ریزی زمان حال رو در بر داره، بلکه گسترش موزه و دگرگونی های آینده اونها رو هم پیش بینی میکنه. بحث بعدی در ساختار علمی موزه معیارهای مکانیابی موزه هستش. اون چیزی که در انتخاب مناسب جهت موزه علارغم در واقع موارد مالی و امکانات فرهنگی و مواردی از این قبیل بایستی منشأ اثر بدونیم، نوع نگرش و فعالیت موزه هستش که بایستی در نظر گرفته بشه. بدین ترتیب و با رجوع به در واقع مطالبی که قبلا هم خدمتون عرض کردم، در خصوص مکانیابی
موزه بایستی مکانیابی موزه رو در سه حالت مورد بررسی قرار بدیم. مکانیابی موزه در داخل شهر، مکانیابی موزه در حومه شهر و مکانیابی موزه وابسته به زمینی خاص. خب مکانیابی موزه در داخل شهر. یک موزه تنها هماهنگ با اهداف، کیفیت و نوع آثار نمایش داده شده در اون شکل نمیگیره، بلکه بایستی با توجه به پاره ای از ملاحظات اقتصادی و اجتماعی طرح‌ریزی بشه. شهری که موزه در اون استقرار پیدا میکنه بایستی از توانایی تامین یک پایگاه مطمئن برای انجام فعالیت‌های موزه‌ای برخوردار باشه و ساکنین اون هم از کار موزه به حد کفایت پشتیبانی بکنن. لازمه اساسی این چنین کاری بستر کلان موزه استش. اولا ضروری استش در این بستر منابع مالی لازم برای تامین موزه وجود داشته باشه و بحث بعدی این که وضعیت اداری شهر یا منطقه هم از اهمیت کافی برخوردار باشه. جهت احداث موزه‌ای که به لحاظ ماهیت خودش مجموعی نمایشی رو میخواد در نظر داشته باشه، ضروری استش مطالعه مکانیابی کلان به عمل بیاد. نخست بایستی نکات حیاتی مثل قدرت مقامات محلی بررسی بشه. همچنین بایستی موقعیت اقتصادی منطقه هم مورد توجه قرار بگیره. بنابراین میتونیم عوامل تاثیرگذار بر شکل‌گیری موزه رو در شهر بر اساس این موارد دسته‌بندی بکنیم. حالا مدیریت، حکومت، قوه مالی و اقتصادی و مواردی از این قبیل. در کنار اینها ما یه مسئله عمده داریم در تعیین مکان موزه مورد نظر که بایستی سعی کنیم تا تمایل مخاطب رو به اون موزه جذب کنیم. برای جلب هرچه بیشتر بازدیدکننده ها به موزه بایستی تقاطع آمد و شد نواحی مرکزی، پارک ها، بولوار ها و میادین رو انتخاب بکنیم. همچنین عوامل مهم دیگه که بایستی در طراحی موزه در شهر مد نظر قرار بگیره، تعیین تسهیلات مختلف مثل تئاتر، تالار کنسرت و مواردی از این قبیل در کنار احداث یک موزه جدی و به صورت کاملا سنجیده شده استش. برای طرح موزه محیط مناسب رو بایستی ما تعریف بکنیم. به سادگی به این نتیجه میرسیم که فکر به وجود آوردن موزه در قسمت‌های فعال شهر دیگه مناسب به نظر نمیرسه و توصیه میشه که بنای موزه در محلی واقع بشه که مردم معمولاً در ساعات استراحت به اون مکان میرن. شاید گوشه‌ای از یک پارک عمومی مناسب‌ترین محل برای استقرار بنای موزه باشه، چرا که اغلب کسایی که برای تفرج در ایام تعطیل به گردشگاه‌ها میرن بیشک گردشی هم در داخل موزه خواهند داشت. مکانیابی موزه در حومه شهر. به موازات تمایل به استقرار موزه ها در مرکز شهر، امروز روندی در حال شکل‌گیری هستش که میتونیم اون رو بازگشت به طبیعت اسم گذاری کنیم. توی این روند شهر با تمامی فعالیت ها و غوغاهاش رها میشه و نوع جدیدی از موزه در خارج شهر رو توصیه میکنه. بنابراین موزه در نواحی خارج از شهر بیشترین در واقع بازدید کننده های خودش رو در ایام تعطیل و پایان هفته پذیرا هستش. به طور خلاصه عمده عوامل تاثیرگذار در مکانیابی کلان موزه در خارج از شهر عبارت هستند از مناظر، همجواری با آب و جنگل، مرقد بزرگان و پیشوایان دینی، کاربری فصلی و مواردی از این قبیل. مکانیابی موزه وابسته به زمینی خاص. نوع سوم در واقع مکانیابی موزه هستش، مربوط به موزه‌ای که به زمینی خاص بستگی داره. این در واقع موزه ممکن استش در محلی بنا بشه که در اون محل ابتدا نمایشگاهی تشکیل می‌شده که به یک ناحیه یا یک شهر خاصی مربوط می‌شده، مثل موزه ایران باستان در تخت جمشید. موزه بایستی آنچنان سازمان پیدا بکنه که بیشترین تأثیر رو در محیط پیرامون خودش داشته باشه و در این حال راحتی دسترسی به اون رو برای مردم ایجاد بکنه. از این حیث سه تا وجه که بیشتر اهمیت رو دارن عبارت هستند از تقویت حوزه تحت نفوذ موزه، یعنی همون تامین خدمات جانبی مثل مغازه‌ها، خدمات تفریحی و مکان‌های جهت ملاقات مردم، بهره‌گیری هرچه بیشتر از این خدمات به نفع موزه با استفاده از شگرد‌های روانشناسانه که موجب جلب محبوبیت و توجه به خدمات موزه میشه، و همچنین آمادگی روانی با از بین بردن فاصله و تغییر تدریجی طرح کلی موزه به صورت فضای همگون و هماهنگ. هدف تحلیل‌های اجتماعی، کاهش فواصل ذهنی و فضایی با موزه برای ما فوق‌العاده مهم استش. اما ما از ایجاد موزه یه سری اهدافی رو دنبال میکنیم که مهمترین اونها عبارت هستش از اینکه این آثار رو نگهداری بکنیم، اونها رو نمایش بدیم و به آیندگان منتقل بکنیم.
ارزیابی و قیاسی انجام بدیم بین پدیدارهای تاریخی، عملی، فنی، صنعتی و هنری گذشته و حال. همچنین بین ملل و اقوام مختلف بیایم تفاهم ایجاد کنیم و این تفاهم رو تقویت بکنیم. سهم اقوام و ملل مختلف رو در فرهنگ و تمدن جهانی بیایم بشناسیم و اون رو نمایش بدیم. میزان دانش علوم مختلف برای محصلان، دانشجویان، پژوهشگران و افرادی از این قبیل رو اعتلا و بهبود ببخشیم. از انهدام فرهنگ بومی جلوگیری بکنیم و سدی رو در برابر فرهنگ‌های نامانوس ایجاد کنیم. معماری موزه. خب ما بایستی یه سری مبانی نظری در خصوص موزه هم بدونیم که در طراحی معماری به ما کمک بکنه. در 10 سال اخیر موزه های بسیاری و البته نوین در دنیا بنا شدن. موزه های قدیمی هم مرمت و بازسازی شدن. مجموعه هنری موزه ها متعدد شدن و احتیاج به موزه های جداگونه ایجاد شده. دیگه موزه ها فقط برای نشون دادن اشیای هنری نیستش و به همین جهت موزه های تخصصی مثل موزه سینما، موزیک، علوم تاریخ و خیلی موزه های تخصصی دیگه در واقع بنا شدن. پس موزه ها دارن به سوی تخصصی شدن حرکت میکنن. جدیدن سعی بر این هستش موزه های طراحی و ساخته بشه که از نظر مصرف انرژی اقتصادی باشه و تکنولوژی نگهداری از کلیه سیستم های مجهز در این موزه ها به کار گرفته بشه. نتیجه کار این هستش یک معماری موفقی رو در موزه شاهد خواهیم بود که ترکیب هنر و عملکرد صحیح هستش. الان در واقع سالهای طلایی معماری موزه ها در دنیا هستش. کارهای معماری موزه ها رو در جهان با تفکر بیشتر و زورآزمایی فکر و اندیشه انجام میدن. موزه های جدید به نحوی طراحی میشن که تعداد بیننده بیشتر رو جذب بکنن و کشش بیشتری رو ایجاد بکنن و همینطور توجه بیشتر رو هم بیان به خودشون جلب کنن. موزه همیشه مرکز فرهنگی و تحقیق بودش ولی اکنون علاوه بر اون در واقع اومده مرکز گردهمایی، یادگیری فرهنگی هنری و همچنین مرکز فروش اشیای ساخته یا چاپ شده موزه ها و همچنین شامل بوتیک، آمفی‌تئاتر، رستوران و حتی کاربری‌های مختلف مثل به کارگیری بیشتر تکنولوژی صوت و تصویر هم شده. بیشتر معمارا برای نشون دادن قدرت خلاقیت خودشون علاقمند به طراحی موزه ها هستند. به خاطر اینکه در طراحی موزه ها امکان نوآوری و خلاقیت هنری بیشتری نسبت به ساختمان های دیگه وجود داره و ارزش هنر معماری بیشتر هستش در این زمینه. در معماری جدید موزه ها حجم خارجی موزه اهمیت زیادی داره و تنها کاربری های داخلی اون نیستش که مورد توجه قرار میگیره و مردم هم غیر از اشیای موزه‌ای که به معماری اون و معماری داخلی اون توجه شده به جنبه های دیگه موزه هم توجه دارن و بهش نگاه میکنن. در ایران کمتر ساختمانی برای موزه استفاده شده و اکثر موزه ها قبلا عملکرد دیگه ای داشته که متاسفانه غالبا بدون نظر کارشناسی صحیح اومدن در واقع اون ساختمان ها رو تبدیل به موزه هایی کردن که به صورت فضای مرده مورد استفاده هستش. اهداف اولیه و اصلی موزه ها. مهمترین عملکرد موزه در واقع فعالیت های علمی یا مسئولیت به عنوان مکانی برای حفظ اشیا هستش. یکی از هدف های کلی در موزه ها توسعه موزه از نظر جلب مخاطب و بازدید کننده است. موزه ها در یک مفهوم کلی مؤسسه های تربیتی نیستند دوستان، بلکه تا اندازه یک منبع روشنفکرانه و محرک علاقه ها و سرگرم سازی هستند. بنابراین در ارتباط زیادی با مخاطب خودشون و مردم قرار دارن. توی یک تقسیم بندی کلی برای بازدید کننده ها میتونیم اونها رو به 2 گروه بازدید کننده های خارجی و بازدید کننده های بومی تقسیم بندی بکنیم. خب بازدید کننده های خارجی رو داریم. برای بازدید کننده های خارجی که به ندرت بیش از 1 بار از یک موزه بازدید میکنن، دیدار اول از موزه حائز اهمیت هستش. توی دیدار اول از موزه کار کرده فرم در جلب نظر و بیان مفاهیم مورد نظر موزه اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. در نگاه اول از موزه فرم کلی موزه رو میتونیم ببینیم که میتونه تا حدودی ارزش‌ها و مفاهیم رو القا بکنه به بازدید کننده. بازدید کننده های بومی رو داریم. با توجه به اینکه بازدید کننده های بومی که در مجاورت موزه در واقع زندگی میکنن اغلب بازدید خودشون رو از موزه اومدن تکرار کردن، مکان موزه در ارتباط با بافت مردم و شهر دارای اهمیت بیشتری هستش. بازدید کننده های بومی اغلب بازدید از تالارهای سنتی و بومی رو بر تالارهای خارجی
ترجیح میدن. جلب مخاطب از طریق امکاناتی مثل رستوران ها، فضاهای سبز، جایگاه های مناسب، کافتریا و مواردی از این قبیل انجام میشه که اینها باعث افزایش جلب مخاطب میشه و بازدید موزه رو افزایش میده. شرایط محیطی لازم برای احداث موزه ها. یکی از وظایف اصلی موزه ها حفظ و نگهداری از اشیای داخل اون هستش. مسلما منظور از گذاشتن شی در موزه این هستش که اون شی از صدمات از سوی عوامل طبیعی و عوامل ساختگی که اون رو تهدید میکنن در امان باشه. اما پاره ای از این عوامل در داخل در واقع موزه هستن که اشیا رو تهدید میکنن و اونها رو به سمت نابودی میکشن. از جمله این عوامل میشه به درجه حرارت، نور، رطوبت و آلودگی هوا اشاره بکنیم که در یک موزه مناسب تمامی این عوامل بایستی تحت کنترل و نظارت قرار بگیره. یکی از این عوامل که بایستی در معماری موزه پیشبینی‌های لازم برای اون صورت بگیره بحث نور هستش. به همین جهت اهمیت موضوع به این صورت خدمتتون بازگو میشه. در موزه ها اثر تخریبی نور بسیار بیشتر از حرارت هستش. همچنین همانطور که توجه به اشعه ماورای بنفش ضروری هستش، توجه به اثرات نور مرئی هم لازم به نظر میرسه. در کنار اینها نور خورشید دارای اشعه ماورای بنفش هستش و نباید پیش از عبور از فیلتر به اشیای موزه بتابه و باید توجه داشته باشیم که هیچ گونه فیلتر شیشه‌ای اشعه ماورای بنفش وجود نداره و کلیه این فیلترها از جنس پلاستیک هستند. مؤثرترین روش برای مبارزه با تخریب نور کاهش زمان نوردهی و کاهش شدت نوره. هر قدر که نور شدید باشه، نبودن انعکاس از دیوار و سقف نمای عمومی رو به شکل کلی در واقع میاد تاریک نشون میده. نور بایستی به دو روش انتشاری و جهتدار تابانده بشه. نور جهتدار برای خورشید هستش و نور انتشاری آسمون مثال خوبی توی این زمینه هستش. مقدار زیاد نور انتشاری که همون نور آسمان هستش باعث میشه تا اشیاء صیقلی و جلادار به نظر کم رنگتر دیده بشن. مشکل نور روز در موزه ها هنوز حل نشده هستش و تنها کاری که میتونیم بکنیم مقرر کردن دستورالعمل هایی هستش که بر اساس اون طراح معمار و متصدی موزه بایستی عمل بکنه و هدف نهایی اون حفظ و نگهداری مجموعه اشیاء موزه هستش. همچنین محل پنجره ها بایستی به صورت عقب نشسته در دیوارهای ضخیم و ترجیحاً دور از فضای اصلی گالری ها، شاید در محل ارتباط راهروها و یا در فضاهای ثانویه باشه. در کنار این عوامل، پنجره‌ها در موزه‌ها نه برای نوردهی بلکه برای ایجاد منظر بایستی به کار گرفته بشن. خب در خصوص فضای فیزیکی خود موزه یه سری نکات رو خدمتتون عرض می‌کنم. موزه‌ها طبق یک طرح و نمونه کلی تأسیس نمیشن، چرا که شرایط، موقعیت، نیازها و مقررات در جوامع مختلف متفاوته. اما پاره ای از نکات در واقع در خصوص طراحی موزه‌ها عمومیت داره و چارچوبی رو برای تأسیس و فعالیت موزه تعیین میکنه. موزه خواه در یک بنای تاریخی تأسیس بشه یا اینکه ساختمان جدیدی مخصوص موزه بنا بشه، راهکار اصلی عملکرد در واقع موزه هستش که اون در واقع شکل و طرح موزه رو بیشتر از سایر عناصر نشون میده. پس عملکرد موزه تعیین کننده شکل و طرح اون دوستان، اینطور نیست که بیایم شکل و طرح کلی موزه رو در بیاریم و بعد از اون بیایم به عملکرد بپردازیم. حتی در کاربری موزه هم ملاحظه می‌فرمایید عملکرد موزه تعیین کننده شکل و طرح اونه. بنابراین در درجه اول بایستی مشخصات فیزیکی هر موزه که جنبه عمومی داره رعایت بشه و بعد از اون بیایم به سراغ تزیینات داخلی و مجموعه آثار موزه و ساختمون اون بپردازیم. هر زمان که تصمیم به ساختن موزه گرفته میشه، انتخاب محل و سایت پروژه فوق‌العاده مهم است. جایی که بایستی امکانات مختلفی داشته باشه و به دقت در واقع این امکانات بررسی بشه. موزه بایستی همیشه از همه نقاط شهر، همونطور که قبلا هم عرض کردم خدمتتون، قابل دسترسی باشه و حداقل در جوار کاربری‌های دیگه هم باشه. همچنین موزه بایستی دارای کاربرد برای افراد از قشرهای مختلف باشه، نه قشر خاصی. ما وقتی موزه طراحی میکنیم بایستی به این نکته دقت بکنیم که نباید موزه به گونه ای باشه که صرفا این قشر خاصی از جامعه ازش استفاده بکنن. بایستی به گونه ای طراحی بشه که قشرهای مختلف ازش استفاده بکنن. همچنین یک تفریح آموزشی هم در اون اتفاق بیفته، فقط برای گذراندن اوقات فراغت نباشه.
در کنار در واقع بحث تفریح یک آموزشی هم در این موزه اتفاق بیفته. در طراحی موزه ها زمین های اطراف موزه ها رو میشه به عنوان یک بخش زمیمه به کار بگیریم و در فاصله مناسبی از موزه بیایم بخش های تجهیزاتی و خدماتی یا انبار ملزومات و مواردی از این قبیل که برای موزه نامناسب و خطرناک هستن رو قرار بدیم. همچنین فضا حالا از دید تئوری بایستی همواره برای گسترش در آینده هم از جهت تکمیل ساختمان اصلی و هم به منظور ساختن بناهای زمیمه مناسب باشه. اینکه اگه طرح اولیه به دلایلی که اجتناب ناپذیر هستن و به احتمال زیاد رفع شدنی هم هستن در مقیاسی محدود باشه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستش. بحث زیبایی یک موزه چنانچه با باغ و چمن احاطه شده باشه دوچندان میشه و اگه آب و هوایی مساعد در کار باشه میتونیم از این امتیاز برای ارائه پاره ای از انواع نمایشگاه مثل پیکرهای باستانشناسی و یا بخشای معماری و غیره استفاده بکنیم و بیایم اون آثار رو در محوطه ارائه بدیم. قسمتی از زمین‌های اطراف موزه رو هم میتونیم به پارکینگ اختصاصی برای اتومبیل‌ها اختصاص بدیم. و بایستی این نکته رو بگم خدمتتون که چیزی به عنوان طرح یک موزه به شکل مطلق که برای هر حالت و جریانی مناسب باشه وجود نداره دوستان. برعکس هر حالت و موقعیت شرایط، تجهیزات، ویژگی‌ها و مسائل مربوط به خودش رو داره که ارزیابی و تشخیص هر کدوم از اینها وظیفه مدیر موزه خواهد بود و در وهله بعدی وظیفه طراح اون موزه هستش. بایستی توجه اساسی به ویژگی موزه جدید کیفیتی داشته باشیم. در واقع جنبه های کیفی مجموعه موزه رو بایستی مد نظر قرار بدیم و در رابطه با این مجموعه ها توجه ویژه‌ای داشته باشیم. البته این مجموعه ها در واقع ممکن استش از انواع مختلفی باشه، حالا هنری باشه یا متأثر از نیازهای گوناگون مثل فرهنگی یا قابلیت همسانی نمایشگاه ها و مواردی از این قبیل باشه. در یک موزه جدید حتی در مقیاس کوچک قادر به انجام وظیفه به طور مؤثر نخواهیم بود مگر اینکه اصول کلی موزه نگاری رعایت بشه که بایست این اصول موزه نگاری تأثیر قطعی رو در ساختن بنای موزه داشته باشه. برای نمونه در ترتیب سالن‌ها، نوع سقف و اون چیزی که از نظر فنی در ساختمون دارای اهمیت هستش بایست اصول موزه نگاری رعایت بشه. نتیجه این که دوستان طرح‌ریزی موفق موزه مستلزم انتخاب خوب و اجرای اصول اساسی هستش، شامل در واقع جنبه‌های تئوری و عملیه. یه سری خصوصیات فیزیکی ساختمان موزه رو در ارتباط با عملکرد صحیح اون خدمتتون عرض می‌کنم. اول از همه خانه‌ای مسیر رو داریم. در طراحی یک موزه به منظور در واقع نمایش آثار بایستی نکات خاصی مورد توجه قرار بگیره تا بازدیدکنندگان بتونن به راحتی و بدون اینکه در فضایی پیچ در پیچ اون سردرگم بشن به راحتی در مسیرهای روشن به حرکت در داخل موزه بپردازن و از موزه خارج بشن. بحث بعدی تناسبات اشیا با سالن‌های نمایشه. تالارهای نمایش بایستی که متناسب با ابعاد و اندازه‌های سوژه‌های نمایشی باشه. برای مثال در سالنی بزرگ به نمایش درآوردن آثار ظریف و کوچک که بازدیدکننده بایستی در فاصله نزدیک به اون قرار بگیره به هیچ وجه مناسب نیستش و بالعکس آثار هنری در اندازه‌های بزرگ رو در تالارهای کوچک اگه به نمایش در بیاریم صحیح نیستش. ایجاد ارتباط با فضای بیرونی از اونجایی که عموما سالن‌های نمایش اشیا و آثار مختلف در موزه‌ها فضای بسته رو تشکیل میدن و نورهای غیر مستقیم طبیعی و مصنوعی روشنایی این مکان‌ها رو تعمیم می‌کنن بایستی در مسیر حرکت در واقع بازدیدکننده‌ها باشه. همچنین توی این مسیر حرکتی میتونیم در واقع دیدی رو به فضای باغ و گل ایجاد بکنیم تا از احساس دلتنگی از یک نواختی مسیر برای بازدیدکننده ها بکاهیم و اونا رو به موندن و ادامه مسیر تشویق بکنیم. ایجاد نمایشگاه های موقت در زمینه های هنری موضوع بعدی هستش. به منظور هرچه فعالتر کردن یک موزه بایستی در جوار عمل کرده اصلی یک موزه که همون در واقع تالارهای نمایش هستش در دوره‌های طولانی‌تر که در واقع این تالارهای نمایش برگزار میشه یک سری تالارهای آزادی رو به منظور برپایی نمایشگاه‌های دوره‌ای تبیه بکنیم که حالت حالا فصلی یا دوره‌ای داشته باشه.
که این کار در واقع میتونه درش برنامه های جدیدی در نظر گرفته بشه تا باعث جذب بازدید کننده های قبلی بشه. خب ما یه بازدید کننده رو داریم که میاد از موزه دیدن میکنه و میره، دیگه نمیاد. ما اگه یه سری نمایشگاه های دوره‌ای داشته باشیم، باعث میشه به خاطر اون چیز جدیدی که در موزه قرار دادیم بیاد دوباره از موزه بازدید بکنه. این یک شگردی هستش برای جذب بازدید کننده های قبلی و این کار در واقع ارتباط این افراد رو با موزه همیشه حفظ میکنه. ایجاد فضای تحقیق و کتابخونه. ایجاد فضاهایی به منظور تحقیق و آموزش در زمینه‌های خاص به رشد و تکامل ذهنی و فرهنگی افراد علاقمند کمک موثری میکنه. به طور مثال وجود کتابخونه با کتبی در زمینه‌های مختلف موجود در موزه به منظور تحقیق افراد علاقمند فوق‌العاده خوب هستش. ایجاد سالن نمایش. خب سالن‌های نمایش فیلم، اسلاید، سخنرانی و مواردی از این قبیل رو بایستی ما داشته باشیم جهت آموزش‌های سمعی و بصری به مراجعینی که به این مراکز مراجعه می‌کنن. آموزش فنی و حرفه‌ای رو باید در فضای موزه ما داشته باشیم. ایجاد کلاس‌های آموزش تئوری و عملی به منظور ارتقای سطح فرهنگ و آموزش جوانان کشور و همچنین تشویق به فراگیری هنرها و فن‌ها و آموزش مرمت آثار و خلق اونها فوق‌العاده میتونه مفید باشه. غرفه‌های فروش و بوفه و چایخونه هم در موزه بایستی ما داشته باشیم. در کنار این، در واقع عملکردهای قبلی که خدمتتون عرض کردم، ایجاد فضایی مناسب در بهترین نقطه از ساختمون با دیدی متنوع و جاذب جهت استراحت مراجعین به صورت حالا چایخونه بسیار مفید هستش. تولید از طریق فروش به مراجعین داخلی و به ویژه خارجی امکان رشد اقتصادی موزه رو هم برای ما به دنبال داره. اما فضای مهم موزه همون گالری ها هستن، تالارهای نمایش. امروز به هنگام احداث موزه ها سعی میشه که تالارهای نمایش انعطاف پذیر باشن، بدین معنی که تالارها و اتاقهای موزه به نحوی ساخته میشن که بتونن در اون به آسونی تغییرات رو ایجاد بکنن و شکل و اندازه اونها رو در صورت لزوم تغییر بدن، هرچند که این تغییرات چارچوب کلی اتاقها، ورودی و خروجیها، سیستم روشنایی و ابزارهای فنی دیگه مثل دزگیر، تهویه و غیره رو تغییر نمیده. برای انعطاف پذیر کردن تالارهای نمایش میتونیم از دیواره یا پانلهای سبک که در همدیگه قفل میشن استفاده بکنیم. از این دیواره یا پانلها میتونیم به تنهایی و یا به صورت مجموعی حتی استفاده بکنیم. اما در بسیاری از موزه ها استفاده از پانل مرسوم و متداول نیستش، بلکه به همون روش سنتی تالارهای ثابت تقسیم بندی میشن که در اونها فقط اشیا از پیش تنظیم شده هستن و برای نمایش در واقع ارائه میشن. حالا چه در موزه از پانل‌های موقت و متحرک و چه از پانل‌های ثابت استفاده بشه، تالار نمایش بایستی به نحوی ساخته بشه که بازدید کننده ها بتونن در اون به راحتی گردش بکنن و اشیا رو از تمام جوانب تماشا بکنن، چرا که ایجاد مسیر یا راه یک طرفه در تالار نمایش صحیح نیستش. بهترین روش در واقع ایجاد فضاهای باز در تالارهای نمایش هستش تا بازدیدکننده ها بیان از بین این فضاها عبور بکنن و بتونن به دلخواه از هر قسمت تالار به قسمت دیگه برن، پس از اون بیان از قسمتی از مجموعه بدون دیدن آثار حتی از تالار موزه خارج بشن. یه همچین تعابیری بایستی در طراحی موزه مد نظر قرار بگیره. همچنین درهای ورودی تالار نباید متعدد باشن و همچنین چندین تالار نباید به موازات همدیگه ساخته بشه، چرا که در این صورت در واقع احتمال گم کردن راه برای بازدیدکننده ها زیاد میشه. در صورت که چندین تالار در دو طرف قرار گرفته باشه، توصیه میشه که یک راه رو در میان تالارها قرار بگیره تا به بازدیدکننده ها در واقع کمک بکنه که از یک تالار به آسانی به تالار دیگه برن. موضوع بعدی ویترین ها هستن. اشیا در تالارهای نمایش موزه در داخل ویترین ها تنظیم میشن. ویترین ها هم بایستی مثل تالارها انعطاف پذیر و قابل تغییر باشن. شکل و ترتیب ویترین ها بستگی کامل به احتیاجات موزه داره، یعنی ما داخل موزه هر نوع اثری رو که داریم میخوایم نمایش بدیم بر طبق اون یه ویترین خاصی رو باید در نظر بگیریم. در تالارهای نمایش اغلب ویترین ها میان به صورت عمودی میشن، ولی گاهی ماهیت اشیا و یا شکل و ابعاد اونها اینجوری ایجاب میکنه که در ویترین های افقی اینها تنظیم بشن. در انتخاب ویترین ها باید توجه داشته باشیم که جنس شیشه اونها محکم، نشن و شفاف باشه و توسط ابزارهایی از نفوذ گرد و خاک و حشرات موزی محافظت بشن. همچنین توجه به شکل
طرح، جنس زوارها و رنگ و سهولت تمیز کردن اونها هم ضروری هستش. ارتفاع ویترین ها هم از نکات فنی بسیار حساسه. این ارتفاع بایستی به گونه‌ای باشه که بازدید کننده بدون خم شدن و نگریستن به پایین و یا بلند شدن بر نوک پنجه های پا و نگریستن به بالا بتونه به راحتی در واقع اشیای داخل ویترین رو مشاهده بکنه. در غیر این صورت بازدید کننده دچار خستگی میشه و پس از مدت کوتاهی میاد موزه رو ترک میکنه. بررسی های مختلف معماری داخلی نشون داده که ارتفاع مناسب در موزه ها برای اشیا بین 90 سانتی متر پایین تر و 30 سانتی متر بالاتر از سطح چشما هستش. اشیای مرتفع و حجیم رو میتونیم به طور آزاد در تالارهای نمایش و یا اتاق ها قرار بدیم تا بازدیدکننده به راحتی و از هر طرف اون رو نظاره بکنه. موضوع بعدی دیوارها و کفپوش‌های تالارهای نمایش هستش. خب جنس و رنگ دیوار و کفپوش‌ها در تالارهای نمایش موزه بسیار اهمیت داره. در گذشته رنگ سفید رو برای دیوارها انتخاب می‌کردن چرا که معتقد بودن که در برابر رنگ سفید اشیا ماهیت خودش رو بهتر نشون میدن، ولی امروزه کارشناسا عقیده دارن که در برابر رنگ سفید آثار تیره‌تر جلوه می‌کنن. بنابراین رنگ‌هایی رو برای دیوارها انتخاب میکنن که اشیا در برابر اونها رنگ واقعی و اصلی خودش رو نشون بده. برای مقابله با یک نواختی تالارها میتونیم از رنگهای کمرنگتر در نقاطی که در نور کمتر قرار داره استفاده بکنیم و دیواری رو که نور مستقیم بر اون میتابه اندک پررنگتر بکنیم. جنس دیوارهای موزه هم باید با شرایط ساختمانی بومی و اقلیمی مطابق باشه. انتخاب کفپوش مناسب هم از نکات قابل توجه در معماری موزه هستش چرا که بازدیدکننده تمام مدت در حال حرکته و پوشش زمین میتونه در خسته شدن یا اشتیاق وی به ادامه بازدید مؤثر باشه. در انتخاب کفپوش بایستی به مسائل مختلفی از قبیل دوام و استحکام در برابر رفت و آمد مردم، بی صدایی، عدم تولید گرد و غبار، خسته نکردن بازدید کننده و سهولت نظافت اون و مواردی از این قبیل توجه داشت. جنس کفپوش هم مثل سایر مواردی که در ساختمان موزه به کار میره بایستی با شرایط اقلیمی سازگار باشه. موضوع بعدی نور در تالارهای نمایش یا همون گالری ها هستش. خب ما چند دسته نور پردازی داریم. یکی نور طبیعی هستش و دیگری نور الکتریکی یا نور مصنوعی هستش. خب میایم نور طبیعی رو با هم بررسی میکنیم دوستان. نور طبیعی یکی از مهمترین موضوعاتی هستش که امروزه در موزه ها به استفاده از اون تاکید ویژه‌ای دارن. خود نور طبیعی به چند دسته در واقع تقسیم میشه، به روشنایی از بالا و روشنایی از جانب یا روشنایی افقی که به تمام این موارد خواهیم پرداخت. خب در خصوص نور طبیعی یه توضیح خدمتون عرض بکنم. نور طبیعی در واقع به طور مستمر مورد بحث مقامات موزه قرار داره و بایستی بگیم که حقیقتاً این امر دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای هستش. روشنایی طبیعی با سهولت انتقال و قابلیت تطبیق و همچنین قابلیت بیشتر ارزش دادن به نماهای معماری نه تنها تناوبی رو در استفاده از روشنایی با برق فراهم میکنه، بلکه میتونه جانشینی برای اون هم به حساب بیاد، به ویژه در جایی که هزینه سنگینی باید برای برق پرداخت کرد که روشنایی روز علی‌رغم تنوع و مشکلاتی که در فصول مختلف و مکانهای مختلف به وجود میاره هنوز بهترین وسیله روشنایی موزه ها به حساب میاد. به این ترتیب بایستی بنا به گونه‌ای طراحی بشه که از این منبع روشنایی بهتر استفاده بشه، حتی اگه مجبور به چشم پوشی از بخشهایی از کیفیت ساختمون باشیم. روشنایی ممکن استش از بالا یا پهلو باشه که قبلا عرض کردم خدمتتون. در روشنایی از بالا روشنایی میتونه از سقف سالن‌های نمایش به وجود بیاد و در حالت دوم که روشنایی از جانب هستش میتونیم پنجره‌هایی رو در یک یا دو دیوار تعبیه بکنیم که بلندی و پهنای هر پنجره مناسب با نیاز و شرایط اتاق باشه و نور مناسبی رو تامین بکنه. خب روشنایی از بالا یه سری نکات داره که خدمتتون عرض می‌کنم. این گونه روشنایی که گاهی نور هوایی هم بهش اطلاق میشه امتیازای فراوانی هم داره. روشی هستش راحت‌تر و ثابت‌تر در نورپردازی و کمتر در معرض جنبه‌های مختلف اتاق‌های گوناگون بنا و همچنین موانع جانبی قرار می‌گیره.
این موانع ممکن استش در اثر شکست نور یا ایجاد سایه سبب تغییر کیفیت و کمیت خود نور هم بشه. در این تصویر یک نوع نورپردازی از بالا یا همون نورپردازی سقفی رو ملاحظه می‌فرمایید. نوری که به تصاویر یا اشیاء به نمایش گذاشته میرسه قابل تنظیم هستش و تامین کافی و یک نواختی اون دیدی بسیار مناسب با حداقل بازتاب یا انحراف رو به وجود میاره. همچنین صرفه‌جویی در فضا که نمایش گذاشتن اشیا رو به صورت بیشتر میسر می‌سازه. در ادامه به وجود آمدن حد اکثر مکان در تحریزی فضای درونی ساختمون رو داریم که میتونه بدون استفاده از سطح زمین یا نصب تیرک‌های چراغ برق به طور مناسبی تقسیم بشه. و مورد آخر در واقع وجود تسهیلات در اقدامات امنیتی به سبب پنجره و یا راه‌های ارتباطی کمتر با خارج. خب ما وقتی نورپردازی از سقف رو داریم، خب از نورپردازی جانبی کمتر استفاده می‌کنیم، پنجره کمتره، راه‌های ارتباطی کمتره و بحث امنیت هم بیشتر خواهد بود. خب روشنایی جانبی و افقی، این گونه نورپردازی میتونه هم از طریق پنجره که حالت معمولی هستش به اشکال و ابعاد مختلف در مکانهای مناسب و در دیوارها تعبیه بشه و هم از طریق دریچه های متوالی صورت بگیره. پنجره ها و دریچه ها میتونن در ارتفاعی که بازدیدکننده قادر باشه محوطه بیرون رو هم ببینه و یا در ارتفاعی بالاتر قرار میگیره. پنجره هایی که در سطح معمولی قرار گرفتن جدا از همدیگه یا در پی هم یک زیان جدی رو سبب میشن، از این جهت که دیواری که پنجره ها در اون جا گرفتن بدون استفاده قرار میگیرن و همچنین دیوار مقابل هم عملا غیر قابل استفاده میشه، چون قفسه ها، قاب عکس ها و یا هر شی دیگر که روی اونها قرار بگیره به خاطر وجود نور از مقابل دارای انعکاس خواهد شد و این انعکاس مانعی در دید کامل و روشن میشه. با وجود این چنین پنجره هایی نور مناسب و دلپذیر رو برای اشیایی که روی دیگر دیوارها نصب شدن و همینطور در وسط سالن و البته در زوایای درست نسبت به منبع نور قرار گرفتن به وجود میاره. امتیاز عملی مشخص این هستش که میتونیم امکان بیشترین سهولت و صرفه‌جویی رو در سبک ساختمان به وجود بیاریم، بدین ترتیب که سقف موزه رو به طور معمولی و غیر شفاف، مسطح یا شیبدار و بر حسب اون چیزی که در ناحیه شهری مرسوم هستش بسازیم و به لطف پنجره‌های جانبی در واقع روشی ساده و مناسب رو در تنظیم تهویه و درجه حرارت موزه‌هایی که قادر به تامین هزینه‌های سنگین نصب دستگاه تهویه مطبوع نیستن رو در واقع به کار بگیریم. امتیاز دیگه پنجره‌هایی که در سطوح معمولی قرار می‌گیره این هستش که در بعضی از اونها می‌تونیم از شیشه‌های شفاف استفاده بکنیم و این باعث به وجود آمدن دید به مناظر محوطه اطراف میشه و اگه محوطه اطراف دارای باغ یا معماری قابل رویتی باشه، این امر در واقع یک نوع استراحت چشم و تازگی فکر بازدید کننده رو به وجود میاره. پنجره‌هایی که در ارتفاع بالا قرار میگیرن به ویژه اگه در بیش از یک دیوار باشن نور بیشتری به وجود میارن و نور حاصل در واقع شباهت زیادتری با نور پنجره‌های سقفی خواهد داشت و سرانجام اینکه هر چهار دیوار برای نمایش آثار آزاد خواهد بود. دوستان، در واقع از هر چهار تا دیوار یک فضا میشه استفاده خوبی رو کرد که این خودش باعث خواهد شد تا اتاقها بزرگتر باشن، استفاده از اون راحتتر باشه و به این معنی هستش بخش زیادی از دیوار خالی میشه و هزینه ساختمون به خاطر ابعاد بزرگ سالن‌ها افزایش پیدا میکنه یه مقداری. خب نورپردازی بعدی نور الکتریکی هستش. برای روشنایی موزه نور خورشید به تنهایی کافی نیستش و بایستی از برق هم کمک بگیرید. به منظور بهره‌گیری از وسایل نمایشگاهی متحرک مثل پانل ویترین و مواردی از این قبیل، وجود چند تا چراغ متحرک در تالارهای نمایش کاملا ضروریه، چرا که گاه اشیاء مورد نمایش روی پنل‌ها میتونن روی زمین هم قرار بگیرن یا روی سکوها هم قرار بگیرن یا حتی روی دیوارها قرار بگیرن. پس بایستی از یه سری چراغ‌های متحرک هم استفاده بکنیم که انعطاف‌پذیری تالار تضمین بشه و مشکلی از بابت نورپردازی به وجود نیاد. به این منظور باید پریز و کلیدهای مختلفی رو توی تالارها قرار بدیم که به دلیل متغیر بودن جایگاه اشیا بتونن در واقع در صورت لزوم از این پریزها استفاده کنن و با اون کلیدهای مختلفی که قرار دادیم نورپردازی آثار رو به راحتی انجام بدن. چراغ‌های کوچک داخل ویترین‌ها، چراغ‌های متمرکز بر روی اشیا و نور افکن ها هم به منظور روشن نمودن بیشتر اشیاء مورد نیاز هستند. هر یک از این چراغ ها بایستی دارای کلید مخصوصی باشن، کاملا مستقل باشن و به هنگام استفاده
از اونها باید چراغ‌های سقفی خاموش بشه تا تداخلی بین نورپردازی ما ایجاد نشه. همچنین تمامی چراغ‌های موزه بایستی به یک کنتور مرکزی اصلی در بخش فنی یا نگهبانی متصل بشه تا در هنگام تعطیلی موزه و یا در مواقع ضروری بتونن از طریق همین کنتور مرکزی تمام یا تعدادی از چراغ‌ها رو خاموش بکنن. استفاده از تقسیم فضا. این امر با مسئله نورپردازی که بهش پرداختیم ارتباط نزدیک داره. گرایش امروزی در به وجود آوردن فضاهای یک پارچه که بتونیم با پارچین‌های متحرک یا قطعات سبک اونا رو تقسیم بندی بکنیم فوق‌العاده مورد استفاده قرار میگیره که بر حسب نیاز در یک جا جمع یا تغییر مکان میدن. موضوع بعدی نحوه نمایش و ارائه آثار در فضاهای مختلف موزه هستش. ارائه و نمایش آثار همراه با برچسب‌های مختلف و سایر اطلاعات نوشتاری و بصری به چندین شکل مختلف انجام میشه. اول، ارائه و نمایش آثار در داخل تالار به صورت آزاده. دوم، در داخل ویترینه. و سوم، در فضاهای باز و فضای سبز موزه هستش. ارائه و نمایش آثار در داخل تالار به صورت آزاد به چند طریق مختلف انجام میشه. اول با قرار دادن اثر روی یه سری پایه‌ها، دوم اثر رو میشه روی دیوار نصب کرد و سوم میتونیم در داخل غرفه‌ها اثر رو مستقر بکنیم. آثار حجیم هم به صورت آزاد و بر روی پایه در داخل تالارها قرار میگیره. آثار مسطح و سنگین که اغلب از تزیینات معماری تشکیل شدن بر روی دیوار تالارها نصب میشن. همچنین اگه اثر آسیب پذیر باشه باید اونا رو با قاب و شیشه محافظت بکنیم و بعد از اون عملیات نصب رو انجام بدیم. قرار دادن اشیا در داخل غرفه ها در تالار نمایش مناسب موزه های مردم شناسی هستش. چنانچه موزه در یک ساختمان تاریخی باشه، امکانات معماری مطرح شده در طراحی اختیاراتی رو در اختیار در واقع طراحان موزه قرار میده تا بتونن در واقع نمایش آثار رو در این موزه به بهترین شکل ممکن انجام بدن. سبک معماری و تزیینات ساختمان‌های قدیمی که در اون موزه تأسیس میشه اغلب دارای تضاد هستش با شیوه های ارائه آثار. نحوه نمایش بعدی ارائه و نمایش آثار در داخل ویترین ها هستش. این هم به چند طریق مختلف انجام میشه. اول، نمایش آثار نخبه در ویترین های انفرادی، دوم در ویترین های جمعی عمودی، سوم در ویترین های افقی جمعی و چهارم ویترین های زمینی. آثار نخبه در داخل ویترین های انفرادی که دارای تجهیزات ایمنی کامل هستن به نمایش در میاد و چنانچه دارای حجم مناسبی باشن در ویترین های عمودی هم قرار میگیرن. در مورد آثار نخبه و منحصر به فرد بایستی اطلاعاتی بیش از یک برچسب معمولی در اختیار بازدید کننده قرار بگیره تا در واقع به اهمیت اثر تاکید بیشتری بشه. ویترین های افقی هم علاوه بر کتاب مناسب برای انواع نقشه ها، مینیاتور ها، بافته ها در اندازه های کوچک و اشیاء کوچک مثل شبکه هستند که بازدید از بالا به اونها انجام میشه. یعنی بازدید کننده از یک ارتفاعی بالاتر به اون نگاه میکنه. همچنین ویترین های جمعی هم که به صورت عمودی هستن مناسب ارائه و نمایش مجموعی از آثار هستن که حداقل دارای یک ویژگی مشترک باشن. یعنی آثاری که دارای ویژگی های یکسان هستن رو میتونن در ویترین های جمعی به صورت عمودی قرار بدن. برای استفاده بیشتر از فضای داخل ویترین هم از پایه های متعدد با ارتفاعی مختلف استفاده میشه. نوع نمایش بعدی هم نمایش آثار در فضاهای باز و فضای سبز موزه هستش. دوستان، موزه هایی که دارای فضاهای باز و سبز کافی هستند میتونن مجموعه یا در واقع تعدادی از قطعات حجیم رو در خودشون جای بدن و به صورت آزادانه اونها رو به معرض نمایش قرار بدن. البته بایستی تغییرات جوی منطقه رو مد نظر قرار بدیم و بعد از اون بیایم امکان دید افراد خارج ساختمون رو در واقع به این آثار تعمیم بکنیم و باعث دعوت این افراد خارج از موزه به داخل موزه هم خواهد شد. در موزه آبگینه تهران با نصب دو تا ویترین مدور که در تصویر ملاحظه می‌فرمایید در دو طرف سردر ورودی اومدن در واقع یه سری اشیا رو در معرض دید بازدیدکننده ها و رهگذران در واقع قرار دادن و این کار دعوت کنندگی رو ایجاد میکنه نسبت به ورود به موزه. در موزه تماشاگاه زمان هم ما بازسازی شده یه ساعت‌های آفتابی رو در کنار ورودی ساختمون میبینیم که نصب شدن. تالارهای نمایش موقت و سخنرانی، یه سری گالری‌های موقت هم ما داریم. این تالارها امروزه از الزامات موزه‌های جدید هستند. تالارهایی که عرض کردم خدمتتون، یعنی تالارهای موقت یا همون گالری‌های موقت، بایستی دارای یه سری ویژگی‌های خاصی باشن. اینکه در نزدیکی درب ورودی موزه و بهتر استش منشعب از اون باشن، یعنی دسترسی بهش راحت باشه چون حالت موقتی داره.
همچنین از نظر تجهیزات و ایمنی کاملا مجهز باشه. وسعت این تالارها بایستی به گونه ای باشه که برای منظورهای مختلف بشه از اونها استفاده کرد و مثل تالارهای نمایش بایستی انعطاف پذیر باشن تا بتونیم اونها رو بر حسب احتیاجات تغییر بدیم. گالری های موقت معمولا برای کاربری های مختلف استفاده میشن، به خاطر همین ممکن استش در طول یک سال یا حالا در طول زمان چند نوع نمایشگاه درش برگزار بشه و نیازهای مختلفی پیش بیاد در استفاده از این فضاها. بنابراین لازم استش که وسعت اون و انعطاف پذیریش در حدی باشه که بتونیم برای منظورهای مختلف ازش استفاده بکنیم. همچنین در این گالری های موقت بایستی امکانات رفاهی برای مراجعه کننده ها به اندازه کافی تامین شده باشه. فضای بعدی کتابخونه و مرکز اسناد هستش در موزه ها. کتابخونه و مرکز اسناد هم بخش های الزامی در موزه به حساب میان. ابعاد اون بستگی به تعداد کتاب ها و مواد چاپی، وسعت موزه و حجم آثار اون داره. پس این موضوع هم بایستی مد نظر قرار بدیم که کتابخونه از بخش های الزامی هر موزه هستش. توی موزه ها هم بایستی به مسئله گسترش کتابخونه توجه داشته باشیم، چرا که گسترش موزه ارتباط مستقیمی با گسترش کتابخونه داره. کتابخونه موزه ها هم تابع ضوابط کلیه کتابخونه هستن. علاوه بر کتاب، مجلات، انتشارات، تصاویر و فیلم ها، نوار سخنرانی های ویدیویی مرتبط با مجموعه موزه هم در داخل کتابخونه بایستی وجود داشته باشه در قسمت آرشیوش. همچنین کتابخونه بایستی به وسایل مختلفی از جمله فتوکپی و در صورت امکان وسایل اطلاعات رسانی رایانه‌ای هم مجهز باشه و همچنین فضا برای مطالعه مراجعه کننده ها بایستی پیش بینی شده باشه. توی این کتابخونه ها همچنین بایستی در برابر سرقت و حریق و اطفاء آتش پیش بینی های لازم رو مد نظر قرار بدیم. به همین دلیل توصیه میشه که قفسه های کتاب فلزی باشه و درها، دیوارها و کف زمین رو هم تا اونجایی که ممکن استش با عایق اندود بکنیم. همچنین توصیه میشه که برای سهولت کار مراجعه کننده ها به کتابخونه یک درب ورودی از قسمت محوطه ورودی موزه به کتابخونه منتهی بشه. یعنی یه ورودی اختصاصی برای کتابخونه در نظر بگیریم در بحث طراحی معماری بود. فضای بعدی انبار و مخزن هستش. در تمامی موزه ها ایجاد مخزن و انبار ضروریه. انبار میتونه در قسمت زیرزمین یا در طبقات فوقانی موزه یا حتی در محوطه خارج از ساختمون هم قرار بگیره، ولی بایستی این نکته رو مد نظر قرار بدیم دوستان که انبار باید کاملا خوش و عاری از رطوبت باشه، نور کافی بهش برسه و به بهترین نحو هم عمل تهویه درش انجام بشه. وسعت انبار هم بایستی به اندازه کافی باشه، چرا که اغلب علاوه بر اینکه محلی برای ذخیره اشیا به حساب میاد، کار بسته‌بندی برای کارهای بیرون بر را هم در اون انجام میدن. در مورد اشیاء امانی اغلب از انبارها و با مخزنهای بزرگ استفاده میشه که بهتر استش انبار اصلی دور از موتورخونه و کنتور اصلی برق و سایر ابزار الکتریکی باشه. کارگاه رو داریم. در موزه ها وجود یک کارگاه مجهز به وسایل حالا نجاری، مکانیکی و برقی برای تعمیرات لازم و ضروریه. چون این کارگاه ها اغلب سر و صدای زیادی ایجاد میکنن، توصیه میشه که اونها رو در محل مناسبی جانمایی بکنیم با توجه به سر و صدایی که ایجاد میکنن و این سر و صداش نباید باعث بشه که فضاهای دیگه آسیب ببینن و تحت تاثیر این صوتها قرار بگیرن. آزمایشگاه رو داریم. توی موزه ها بایستی به تأسیس آزمایشگاه هایی که کار بازسازی، ترمیم و حفاظت آثار رو به عهده میگیرن اقدام بکنیم. این آزمایشگاه ها بر حسب احتیاجات مجموعه موزه فعالیت میکنن، مثل آزمایشگاه های شیمی، فیزیک و مواردی از این قبیل. ابعاد آزمایشگاه ها بایستی متناسب با احتیاجات موزه باشه، ولی همگی آزمایشگاه بایستی داره یه سری مشخصات مشترک باشه. اینکه نور کافی داشته باشن، از رطوبت عاری باشن، دارای سیستم تهویه مناسبی باشن، همچنین مجهز به وسایل ایمنی ضد سرقت و ضد حریق باشن و نهایتاً محل اون باید در جایی از موزه باشه که به داخل و خارج موزه به راحتی راه داشته باشه تا از نظر حمل و نقل اشیاء اشکالی به وجود نیاد. در ادامه چایخونه و کافتریا رو داریم. امروز به هنگام تأسیس موزه ها همواره سعی میشه فضایی برای ایجاد یک چایخانه و یا یک کافتریا در نزدیکی سالن سخنرانی در نظر گرفته بشه. وجود این چایخانه در موزه ها نه تنها دارای جنبه های بسیار مفیدی هستش، بلکه کاملا ضروری هم به نظر میاد. چایخانه میتونه عاملی در گرد هم آوردن جوانا به دوره هم باشه که اغلب به بحث و گفتگو و تبادل نظر اونها منتهی میشه و همچنین بازدید از موزه رو مفیدتر میسازه. علاوه بر این بازدید کننده ها در صورت خستگی میتونن مدتی رو در چایخونه بگذرونن و پس از رفع خستگی و تجدید قوا بازدید خودشون رو ادامه بدن. کافتریا و چایخونه موزه فضای غیر رسمی هم به وجود میاره، چرا که
بهترین و مناسبترین محل برای تبادل نظر و بحث و گفتگوی کارکنای موزه هم هستش. چنانچه چایخونه توسط یک در به محوطه خارج موزه متصل باشه، این کار مناسب به نظر میاد. همچنین وجود پنجره هایی که به خارج دید داشته باشن و وجود رختکن، دستشویی، تلفن عمومی، جعبه کمک های اولیه و صندوق پست در کنار چایخونه هم ضروری هستش. بخش بعدی در موزه ها بخش امور اداریه. فضاهایی که به واحدهای امور اداری در موزه اختصاص داده میشه بستگی به وسعت، میزان فعالیت و تعداد کارکنای اون موزه داره. قسمت اداری موزه بایستی از سایر قسمت‌های نمایشی کاملا مجزا باشه و تا حد امکان سعی بشه که سر و صدا به این قسمت نفوذ نکنه. این واحد بایستی توسط یک درب منشعب از محوطه ورودی با موزه مرتبط باشه و همچنین دارای یک ورودی مخصوص به خودش هم باشه، چرا که ساعت‌های کار کارکنا با ساعت‌های کار موزه متفاوته و این عامل اگه ورودیشون یکسان باشه شاید دچار تداخل بشن عوامل مختلف با هم. به خاطر همین میان در واقع یه ورودی اختصاصی برای کارکنا ایجاد میکنن. همچنین در صورت امکان پارکینگ مخصوصی رو هم برای کارکنا در نظر میگیرن. بخش بعدی بخش خدماتی موزه استش. پیش از برنامه ریزی موزه یکی از کارهای اساسی تعیین ابعاد و محل بخشهای خدماتی اون هستش. بایستی مشخص بشه که چه مقدار از فضا برای فعالیت‌های جانبی که همون دفاتر، سالن‌های گفتگو، کتابخونه و خدمات مربوط به اسناد و مدارک هستش اختصاص پیدا بکنه. این بخش‌ها میتونن در همون طبقه سالن‌های نمایش قرار بگیرن و خدمات فنی و دیگر تأسیسات که همون تأسیسات حرارتی و الکتریکی و انبارها و کارگاه‌ها هستش میتونن در صورت امکان در فاصله مناسبی به عنوان ضمیمه در بناهای ویژه‌ای در اطراف ساختمان اصلی موزه ساخته بشن. به طور معمول برای این فضاها 50% کل فضای مفید رو در نظر میگیرن که در موزه‌های کوچک این نسبت 50% در واقع کاهش پیدا میکنه. اما دو نیاز مهم باقی میمونه که بایستی به رفع اونها بپردازیم. از یک طرف بایستی ارتباط بین اتاقهای همگانی و بخشهای خدماتی به سهولت انجام بشه که این امر در واقع سبب حسن رابطه بین بازدید کننده ها و کادر موزه میشه. از طرف دیگه هم بایستی امکان مجزا بودن این دو بخش از همدیگه وجود داشته باشه، به طوری که هر کدوم مستقلا و در هر زمان به انجام وظیفه خودشون بپردازن. ما در موزه ها یه محوطه بیرونی هم داریم توی بعضیاش. موزه‌ای که در نقطه مجزا یا فضای محفوظ مثل پارک و باغ و مواردی از این قبیل ساخته میشه، در صورتی که محوطه اون بخشی از زمین وسیعی باشه بایستی با دیواری این محوطه در واقع محصور بشه. این دیوار برای بازدیدکننده ها یک تصور قبلی از معماری موزه رو به وجود میاره. چنین مواردی نباید به صورت یک بازدارنده روانی در اندیشه بازدیدکننده شکل بگیره. جوری نباشه که بازدیدکننده رو از محوطه موزه و از ساختمان موزه دور بکنه. برعکس، چنانچه موزه توی خیابونی پر رفت و آمد ساخته بشه، همواره مصلحت ما این استش که اول با ردیفی از درختان و یا باغچه‌ها از وسایل نقلیه جدا کنیم این فضای موزه رو، دوم بیایم ورودی رو در آرومترین گوشه تعبیه بکنیم، سوم محلی رو برای پارک اتومبیل‌ها اختصاص بدیم و چهارم بیایم برای گسترش موزه در آینده هم بیندیشیم و معمار طراح بنا بایستی طراحیش رو به گونه‌ای در نظر بگیره که هر زمان که فرصت اون شد که موزه گسترش پیدا بکنه این امر دور از دسترس نباشه. در جایی که فضا اجازه میده بهتر استش موزه در جهت افق گسترش پیدا بکنه، اگرچه این امر مستلزم هزینه های بیشتری استش، ولی در عوض دو تا امتیاز برجسته داره. اینکه سالن های نمایش همه در یک سطح قرار میگیرن و بازدید از اونها به راحتی انجام میشه، و دوم اینکه پشتبان برای نورپردازی از بالا کاملا آزاد و آماده استش. فضای سرسرای ورودی رو داریم. خب بعد از ورود به ساختمان موزه اولین فضایی که درش قرار میگیریم همین سرسرای ورودی موزه هستش. یک نمونه سرسرا رو در تصویر ملاحظه میفرمایید. درهای ورودی موزه بایستی به حدی باشن که محافظت و کنترل اونها برای نگهبانها آسان و میسر باشه. شرایط مطلوب اینه که موزه فقط دارای یک در ورودی عمومی اصلی و وسیع باشه و توسط چراغ یا علامتهای دیگه کاملا مشخص باشه. این در بایستی به سرسرا یا اتاق ورودی موزه منتهی بشه. در این اتاق یا سرسرا ما بخش فروش بلیط، میز اطلاعات و ارائه انتشارات رو در نظر میگیریم. همچنین اندازه درب هم بایستی به گونه‌ای باشه که با تعداد زیادی از افراد که در یک لحظه بخوان وارد موزه بشن بتونن اونا به راحتی از اون عبور بکنن. ورودی موزه بایستی به گونه‌ای ساخته و تزیین بشه
که نظر مردم رو جلب بکنه و معرف موزه هم باشه، چرا که این بخش نخستین بخش موزه هستش که بازدید کننده به اون وارد میشه. محوطه ورودی نباید اونقدر وسیع باشه که بازدید کننده در اونجا احساس غریبی بکنه، همچنین بایستی انقدری وسیع باشه که گروه های بازدید کننده به راحتی بتونن در اون گرد هم بیان. از اونجا که به سوی در واقع تالارهای نمایش بایستی ما دسترسی های ایجاد بکنیم، این دسترسی رو هم بایستی به راحتی طراحی بکنیم که از راحتی و سهولت دسترسی ویژه‌ای برخوردار باشه. همچنین چند تا صندلی یا نیمکت هم میشه در این سرسرا قرار داد برای نشستن و استراحت کوتاه مدت. مطلوب ترین و مناسب ترین رابطه هم بین موزه و بازدید کننده یه نقشه دیواری هستش که بشه راهنمای موزه و بازدید کننده که وارد موزه میشه از این نقشه دیواری به راحتی استفاده کنه و به بخشی که مد نظرش هستش راحت‌تر دسترسی داشته باشه. همچنین رابطه محوطه ورودی و تالار نمایش هم توسط دو در به دو طرف ساختمون که در اونها تالارهای نمایش واقع شده باشن میشه اینها رو هم مد نظر قرار داد و اونها رو برقرار کرد. سقف و پشت بام موزه هم یه سری ویژگی های خاصی رو داره، نباید به راحتی این موضوع رو از روش عبور بکنیم. اتاقهایی که دارای نور جانبی هستن میتونن سقف معمولی، همون سقف مسطح، گنبدی، ساده یا گچبری شده با قابلیت انکسار مناسب نور منتشره رو داشته باشن. این موارد همون انکسار نور که عرض کردم خدمتتون در اتاقهای با نور بالا بسیار پیچیده خواهد بود. ممکن استش نورپردازی در چنین اتاقهایی به صورت مستقیم از بیرون یا غیر مستقیم از طریق در واقع پانل‌های شیشه‌ای سقفی با دریچه بالای اون صورت بپذیره. در واقع باید نوری که از بالا به طور مستقیم توسط دریچه ها یا پنجره هایی که شکل دائمی دارن تامین میشه از اونها بایستی اجتناب بکنیم، چرا که در این فضاها بایستی ما نور رو فیلتر بکنیم. در این سیستم نورپردازی کنترل زاویه نور با تغییر ساعت و هوا امری غیر ممکن هستش. همچنین بایستی این موضوع رو مد نظر قرار بدیم که تماس مستقیم با بیرون فوراً بر درجه حرارت تأثیر میذاره و مقابله با گرما و سرما رو مشکل میکنه. سیستم دیگه که بایستی از اون دوری بکنیم در واقع دریچه با شیشه ضخیم و کدر هستش. در این دریچه ها ضخامت صفحات شیشه‌ای به قدری هستش که نوری که از اونها میتابه بسیار سرده. بهترین روش یک روش میانگین هستش که در سقف اتاق به طور کامل یا بخشی از اون رو بیایم شیشه‌ای بکنیم، به شرط اون که پشت بام از نوعی باشه که بنا رو از تاثیرات جوی مصون بداره ولی مانع کیفیت و کمیت نور متناسب موزه که از خلال دریچه های شیشه‌ای که عرض کردم خدمتتون میتابه نگرده. برای مثال در کشورهایی که روزها طولانی هستن و آسمان صاف هستش، دریچه ها نسبت کوچیکی رو به خودشون اختصاص میدن و در منطقه‌ای که هوا بیشتر ابری هستش و بارونی و مهالوده باعث تا حد امکان این دریچه ها بزرگ باشن و جلوگیری از گرمای زیاد اتاق هم بایستی در نظر گرفته بشه. یکی از راه‌های پیشنهادی میتونه در واقع این باشه که بیایم یک سوم پشت بام رو برای سطح شفاف در نظر بگیریم و از اون مقدار بیشتر عدول نکنیم. تجهیزات فنی و تأسیسات موزه. این موارد رو به طور کلی گروه مهندسای متخصص انجام میدن، ولی نکاتی هم وجود داره که موزه دارا بایستی با اونها آشنا باشن و معمارا در نظر بگیرن و در صورت نیاز در واقع مهندسا با هم دیگه همفکری بکنن و باهاش به طور مشورتی برخورد بکنن. چند تا ویژگی هستش در زمینه تجهیزات فنی بایستی بهشون بپردازیم. اول سیستم برق هستش، دوم سیستم تعفیه هستش، مورد بعدی مقابله با سرقت یا همون ایمنی هستش، مقابله با آتش اطفاء حریق هستش و همچنین عناصر ارتباط عمودی که همون آسانسور و بالابر قرار داره. خب سیستم برق، کلیه وسایل برقی موزه بایستی به نحوی طراحی و تعبیه بشن که در صورت گسترش موزه اونا رو هم بتونیم گسترش بدیم. کنتور اصلی و فیوزهای مختلف موزه رو بایستی همواره در مکانی محفوظ و دور از دسترس بازدیدکننده قرار بدیم و همچنین شبها بایستی سیستم انتقال به اتاق نگهبان موزه متصل باشه. علاوه بر سیستم برق اصلی، تعبیه یک سیستم برق اضطراری ضروریه. قدرت برقرسانی برق اضطراری به اندازه برق اصلی نیستش، ولی با این حال در روشن نگه داشتن نقاط حساس موزه عامل موثریه، چرا که به منظور ایمنی و کنترل موزه هیچگاه تالارهای نمایش، کریدورها، پله‌ها و ورودی و درهای خروج اضطراری نباید در تاریکی مطلق قرار بگیرن.
سیستم تهویه رو داریم. سیستم تهویه موزه هم از اهمیت بسیاری برخورداره، چرا که تهویه نامناسب میاد زیانهای جبران ناپذیر رو به اشیای موزه وارد میکنه و محیط رو برای بازدیدکننده غیر قابل تحمل میسازه. در موزه رادیاتورهای مولد هوا باید در نقاطی نصب بشن که فضای مفید موزه رو اشغال نکنن. همچنین اشیا نباید مستقیما در معرض هوای سرد یا گرم قرار بگیرن. در کشور ما گرچه شرایط اقلیمی بسیار متفاوت هستش، بررسی نشون داده که سیستم فنکول از سایر سیستم ها مناسب تر هستش. تهویه طبیعی هم در موزه ها بایستی قابل توجه باشه. باید با تهویه دریچه، پاسیو و پنکه ها ساختمان موزه رو با آسونی تهویه بکنیم، چرا که دریچه و پنکه ها جریانی از هوای تازه رو در موزه به گردش در میارن و این شیوه به خصوص در مواقع یا نقاطی که هوای خارج موزه تمیز و عاری از گرد و غبار هستش فوق العاده کارسازه. عامل بعدی مقابله با سرقت یا همون ایمنی هستش. در کلیه موزه ها وجود آژیرهای خطر که در صورت وقوع سرقت به صدا در بیاد کاملا ضروریه، ولی این زنگ های خطر برای جلوگیری از سرقت کافی نیستش. از جمله اقدامات دیگه‌ای که متداول هستش بستن آثار گران قیمت مانند مجسمه، تابلو نقاشی و مواردی از این قبیل با زنجیر به دیوار هستش. برای اشیایی که در ویترین ها نگهداری میشه روش معمول این هستش شیشه ویترین ها رو در هنگام تعطیلی موزه به وسیله صفحات فلزی که به هنگام روز در دیوارها پنهان میشه بپوشونیم. در حقیقت ویترین مورد نظر داخل محفظه محکم فلزی قرار بگیره. همچنین زنگ های خطر بایستی در قسمت های مختلف موزه بیان نصب بشن و به اتاق نگهبانی و نزدیکن پست کلانتری متصل باشن. سیستم زنگ خطر بایستی به نحوی باشه که به محض نواخته شدن زنگ به طور خودکار بسته بشن تا هیچ کس نتونه از موزه خارج بشه. در موزه های بزرگ حفاظت از مجموعه رو با چشمهای الکترونیکی انجام میدن که تمام رفت و آمدهای داخل تالارها و سایر نقاط موزه رو به تلویزیون‌های مداربسته در اتاق نگهبان منتقل می‌سازن. عامل بعدی مقابله با آتش‌سوزی. توانایی مقابله با آتش‌سوزی در موزه ها کاری حیاتی به حساب میاد. برای این منظور بایستی ابتدا در معماری و به خصوص معماری داخلی موزه از موادی استفاده بکنیم که قابلیت اشتعال اونها حداقل باشه و در مواردی که استفاده از مواد قابل اشتعال اجتناب ناپذیر باشه بایستی اونها رو با آخرین نوع عایق‌های ضد اشتعال اندود بکنیم و عایق بندیش بکنیم. رعایت ضوابط ایمنی در سیمکشی برق موزه هم از وقوع آتش سوزی ها میکاهه. زنگ های خطر آتش سوزی هم امروزه فوق العاده متداول شده. این زنگ ها در نقاط مختلف موزه نصب میشن. در جوار تمام درهای داخلی ساختمان و درهایی که قسمت های مختلف موزه رو به هم دیگه متصل میکنه باید یه درب فلزی هم نصب بشه تا در صورت بالا رفتن درجه حرارت داخلی تالار از درجه مشخص شده یا حالا چنانچه دودی ایجاد بشه درپای فلزی به نحوی خودکار روی درپای اصلی قرار بگیرن و از گسترش آتش و دود جلوگیری بکنن. چنانچه در موزه جریان گردش هوا و تهویه توسط کانال‌های مختلف صورت میگیره بایستی ترتیبی رو مد نظر قرار بدیم که در هنگام بروز حوادث صفحات فلزی در واقع کانال‌ها رو هم بپوشونن تا حریق از طریق کانال‌ها به قسمت‌های دیگه گسترش پیدا نکنه. وسایل دستی اطفاء حریق که امروزه در تمامی مکانهای عمومی متداول هستش بایستی محتوی گازهایی از نوع انیدرید کربونیک باشه که موجب آسیب رساندن به مجموعه موزه نشه. در هر حال ارتباط مستقیم موزه با آتش نشانی و کلانتری کاملا توصیه میشه. همه راههای ارتباطی با پلکان‌ها یا آسانسورها به ویژه راهها که به انبارها ختم میشه بایستی مجهز به درپای عایق با پنبه نسوز باشه. این درپا بایستی به گونه کار گذاشته بشن که هنگام که درجه حرارت محل از حد معمول تجاوز میکنه به طور خودکار بسته بشن. این عمل به وسیله یک سیستم خلاص کنندگی خودکار صورت میگیره. به این ترتیب که هرگاه سیم‌های بازنگهدارنده درپا ذوب بشن، درپا در واقع بسته میشن توسط اهرمی که خود به خود آزاد میشه. موزه بایستی به تانکرهای ذخیره آب هم مجهز باشه تا در مواقع ضروری آب جاری در لوله ها قطع و یا از فشار اون کاسته بشه و از آب ذخیره استفاده بشه. همچنین موزه بایستی دارای سیستم دائمی ارتباط مستقیم با ایستگاه آتش‌نشانی و کلانتری محل هم باشه. آسانسور و بالابر. موزه های مجهز نیاز به دو نوع در واقع بالابر دارن، بالابر یا همون آسانسور، یکی برای بازدید کننده ها و دیگری برای حمل و خدمات اداری. نوع اول که در ورودی موزه بایستی در دسترس باشه باید از ظرفیت کافی برخوردار باشه، بتونه در واقع صندلی چرخدار معلولین رو هم در خودش جای بده. و نوع دوم که برای حمل بار و خدمات اداری هستش به طور کلی در عقب ساختمون بایستی قرار بگیره. چنانچه موزه فاقد آسانسور باشه برای خدمات ویژه معلولین بایستی حداقل یک سطح شیبدار در نظر گرفته بشه.
پنجره ها و درها. در موزه ها پنجره ها در هر ارتفاعی که قرار بگیرن بایستی چند تا ویژگی داشته باشن. اول اینکه دارای اندازه مناسب برای روشنایی لازم اتاق باشن. دوم محکم باشن و به هنگام بسته بودن مطمئن باشن. و سوم اینکه نسبت به تغییرات دمای بیرون عایق باشن. تعداد درهای بیرونی تا حد امکان بایستی کم باشه. یک موزه کوچک افزون بر درب ورودی اصلی همگانی به یک در برای کار اداری، یک درب ورود به کارگاه ها، گاراژ و غیره نیاز نداره. در بخش درونی نباید هیچ دربی وجود داشته باشه مگه در قسمت هایی از ساختمون که بنا به نیاز همیشگی و دلایل عملکردی اون قسمت ها ضروری هستش در وجود داشته باشه. اتاقهای نمایشگاه هم بایستی تنها با راه عبور مرتبط بشن، چرا که درها به ندرت و یا هیچگاه مورد استفاده قرار نمیگیرن. افزون بر این در جاهای باریک و تنگ تنها راهی که مناسب هستش اینه که بازکننده بایستی از اون را به راحتی بتونه عبور بکنه. بهتر استش نمای اطراف این راه‌های در واقع عبوری رو با مسائل مختلف مثل مرمر، سنگ و یا چوب بپوشونیم. همچنین در ارتفاع هم به ویژه در بخشی که بیشتر مورد سایدگی قرار میگیره مسائلی که عرض کردم خدمتتون در نظر گرفته بشه. اغلب لازم استش دربهایی در ابتدا و انتهای هر گروه اتاق‌ها کار گذاشته بشه تا بتونه به هنگام تعطیل بودن موزه یا به دلایل دیگه مثل کارهای تعمیراتی بشه اون قسمت رو بستش. تنها این نکته در این بحث باقی میمونه که راه‌های عبور در تمامی موزه ها بایستی بلندی یکسانی داشته باشن و در حدی باشن که بتونن بلندترین اشیاء رو هم به راحتی از اتاقی به اتاق دیگه جابجا بکنن. در خصوص دیوارها، وضع دیوارها میتونه اتاقها رو بیشتر خوشمنظر، متنوع و قابل استفاده بکنه و آثار به نمایش گذاشته شده رو بیاد زینت بده. مصالح و رنگ نقش عمده‌ای رو در دیوارها ایفا می‌کنن. رنگ سفید یا رنگ‌های طبیعی برای دیوارها در شرف قدیمی شدن هستند. مردم پسندی این رنگ‌ها بر پایه این استدلال بود که رنگ سفید معادل بی‌رنگی هستش و همین امر باعث آشکار شدن کامل کیفیت مقایسه رنگ‌ها در نقاشی قدیم و جدید هستش. ولی وایسی نکته رو در نظر بگیریم که شاید توی خونه شخصی رنگ مطلوب دیوار رنگی هستش نور از اون بازتاب بکنه، اما در موزه رنگ‌های رو بایستی استفاده بکنیم که برای تامین دید کامل اشیا نور رو جذب بکنه. استفاده عاقلانه از رنگ برای زمینه از دادن جو کلی به اتاق در هماهنگی با آثار به نمایش گذاشته شده و فراهم آوردن دیوارهایی که در شدت و ضعف رنگ با اونها رقابتی نداشته باشه فراتر میره. افزون بر این حتی یک تنوع جزئی از رنگ‌های بکار رفته در اتاق‌های پی در پی به جبران ناهماهنگی در اندازه و شکل یا هر گونه نابرابری اجتناب ناپذیر در انتشار نور کمک می‌کنه. موردی که می‌تونه با استفاده از سایه روشن‌های نزدیک پنجره‌ها، جایی که دیوارها در سایه قرار گرفتن و رنگ‌های تیره‌تر روی دیوارهایی که مستقیماً در برابر نور هستند جبران بشه. اما چنانچه بلندی دیوارها نسبت به اندازه آثار زیاد باشه میتونیم تا ارتفاع معینی از دیوار رو رنگ قابل شستشو و بقیه رو مانند رنگ سفید بزنیم. تمایل در این هستش اشیا در سطحی پایین‌تر از اون چه که در گذشته انتخاب میشد قرار بگیرن، چرا که چنین برمیاد که بازدیدکننده ها از اینکه کمی به پایین نگاه بکنن کمتر احساس خستگی خواهند داشت تا اینکه دیدشون به سمت بالا باشه. اما کف موزه، انتخاب کفپوش برای یک موزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستش. کیفیت کفپوش بر خستگی و درجه تمرکز بازدیدکننده ها تأثیر میذاره. افزون بر این رنگ و ترکیب کف باید متناسب با آثار به نمایش گذاشته شده باشه. معمولا صحبت از این میشه که کف باید از دیوارها تیره تر باشه و قابلیت بازتابی اون به 30% برسه. دو نکته دیگه هم به هنگام انتخاب کفپوش باید در نظر گرفته بشه. یکی دوام یا همون مقاومت در برابر سایدگی بر اثر کثرت استفاده هستش و دومی در واقع شرایط نگهداری یا همون آسانی، سودمندی، هزینه تعمیر کردن و زمان لازم برای تعمیره. مصالح مختلفی برای کف پیشنهاد میشه، از جمله کف بتونی، سنگ مرمر و سنگ معمولی، چوب، چوب پنبه، لاستیک، لینولئوم، آجر قیری، ورنی پلاستیکی. خب در خصوص کف های بتونی توضیح رو خدمتتون عرض میکنم.
این کف پوش ها از نظر اقتصادی با صرفه ترین و در این حال معمولی ترین و ساده ترین نوع هستند. این کف پوش ها برای اتاق های نمایشگاه مناسب نیستند و تنها می توان در بخش هایی از موزه که به روی همه ها گشوده نیستش از اون استفاده بکنیم. پس از کف های بتونی نمیتونیم برای بخش های نمایشگاهی و گالری ها استفاده بکنیم. سنگ و سنگ مرمر رو داریم. این مساله بسیار مناسب در همه فضاها هم میشه ازش استفاده کرد. چوب رو داریم. در کیفیت و برش‌های گوناگونی چوب ساخته میشه. اگه در بتن این چوب رو بتونیم خوب کار بذاریم، در عین سختی ایجاد شده تولید صدا هم نمی‌کنه. به خاطر ویژگی‌هایی که داره برای اتاق‌های نمایش بسیار قابل استفاده هستش. رنگ خوشایندی داره و راه رفتن روی اون نرم و راحت هستش. چوب پنبه رو داریم. این کفپوش از بی‌صداترین، نرم‌ترین و ارتجایی‌ترین انواع هستش و مستلزم مراقبت و توجه هستش. به آسونی چرک میشه و حتی اگه مرتب صیقل بشه خیلی زود دچار ساییدگی میشه. از این رو بهتر استش در محلهایی که رفت و آمد محدوده و سکوت در اونجا لازمه استفاده بشه، مثل کتابخونه. لاستیک رو داریم. تنها به خاطر در واقع خاصیت ارتجایی و نرمی برای اتاقهای نمایش مناسب هستش. به طور کلی کفپوش لاستیکی هیچ گونه امتیازی که بتونه هزینه سنگین اون رو در واقع جبران بکنه نداره. افزون بر این، تمامی اینها برای دستنوشته ها زیان‌آور هستش و به طور کلی تمامی اشیا و فلزات بر اثر تصاعد تدریجی بخارات سولفور تیره میشن. لینولئوم مورد استفاده بسیاری هستش و مقرون به صرفه است. ظاهر خوشایند و صافی داره، بی صدا هستش و هزینه مناسب اون در پربیننده ترین موزه ها هم اون رو به کار برده. آجر قیری نسبتاً پرداخت پذیر هستش و نگهداری اون ساده و قابلیت رنگ پذیری هم داره. ضد آتش هستش و در برابر خرابی مقاومه و کمتر چرک میشه. ورنی پلاستیکی رو داریم. چندین نوع ورنی که از رزین های ترکیبی ساخته شده توی بازار وجود داره. این ورنی ها شامل چند لایه هستن که در بتن نرم قرار گرفتن. ظاهری بسیار شبیه لینولئوم دارن، اما ارزونتر و تهیه اونها آسونتر هستش. پوششی هستش سخت و مناسب و قادر به پذیرفتن هر رنگی هم هستش. خب بیایید برنامه فیزیکی عمومی موزه ها رو با هم بررسی بکنیم. خب هر موزه ای یه سری فضاهایی داره که به صورت عمومی بیایم اینا رو با هم بررسی بکنیم. خب ما یه ورودی مجموعه رو داریم که شامل لابی عمومی هستش، که لابی عمومی در واقع در نزدیکی ورودی مجموعه بایستی قرار بگیره. باجه بلیت فروشی رو داریم که باجه بلیت فروشی موزه بایستی در ورودی مجموعه باشه و به منظور کنترل رفت و آمد بازدید کننده ها به داخل گالری ها باشه. اطلاعات رو داریم. اطلاعات رو باید در کنار نگهبانی قرار بدیم که وظیفه ارائه خدمات و اطلاعات لازم درباره موزه رو به بازدید کننده ها به عهده داره. نگهبانی داریم که وظیفه حراست و نگهبانی از موزه رو بر عهده داره. فضاهای نمایشگاهی رو در واقع لکه گذاری موزه باید داشته باشیم که شامل لابی موزه، نظارت و کنترل، گالری های دائم، لابی خروجی موزه و نمایشگاه یا همون گالری موقت. یه بخش آموزشی هم داریم که شامل کتابخونه، که خود این کتابخونه شامل بخش پذیرش، قرائتخونه، مخزن‌های باز و بسته هستش. در ادامه بخش آموزشی ما سایت کامپیوتری رو داریم و سالن اجتماعات، که خود اون سالن اجتماعات در واقع شامل لابی و سالن اصلی و بخش کنترل بود. بخش اداری رو داریم. بخش اداری شامل اتاق مدیریت، امور مالی، امور اداری، بایگانی، کارگاه مرمت و آزمایشگاه و همچنین حراست. و اگه اتاق دیگه‌ای در بخش اداری لازم بود میشه به این مجموعه اضافه کرد. بخش اداری معمولا باید دارای ورودی جداگونه و سرویس بهداشتی برای کارکنان خودش باشه. ما یه بخش خدماتی هم داریم که شامل نمازخونه، که زیر مجموعش وضوخونه هم داره، بخش استراحت نگهبونا، انبار نگهداری وسایل، خدمات تأسیساتی، پارکینگ، سرویس‌های بهداشتی، بخش فروش محصولات فرهنگی، کافی شاپ و رستوران رو داریم. بخش خدمات که کافی شاپ و رستوران و فروش محصولات فرهنگی در این گروه جای میگیرن، بهتر استش در مکانی از مجموعه قرار بگیره که به راحتی برای مراجعه کننده ها قابل دسترسی باشه و استفاده از اون راحت تر انجام بشه. سرویس بهداشتی هم علاوه بر اینکه نباید به طور کاملا مستقیم در دید باشه، بهتر استش در مکانی از مجموعه قرار بگیره که دسترسی و استفاده از اون راحت باشه. خب ما در خصوص موزه هم توی این جلسه یه سری اطلاعات مختلفی رو یاد گرفتیم.
با موزه ها آشنا شدیم، انواعش رو بررسی کردیم، دلایل و علل احداث موزه و همچنین معماری موزه بایستی به چه صورت باشه، چه فضاهایی لازم استش در موزه ها باشه رو با هم دیگه بررسی کردیم. خب در جلسه بعدی کاربری دیگه ای رو با هم بررسی خواهیم کرد. همینطوری در واقع جلو میریم تا بعد از بررسی این کاربری های مد نظر، نمونه های موردی رو با هم بررسی کنیم و نهایتا در جلسات پایانی با بحث در واقع تمرین های عملی در خصوص این کاربری ها در خدمت شما دوستان خواهم بود. فعلا خدایا رو نگهدارتون.